به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه فعالان اقتصادی. توی این ویدیو میخوام درباره مزایای منتور صادراتی با شما صحبت بکنم. هر فردی که بخواد تو بحث صادرات ورود بکنه، یه دغدغه اصلیش اینه که چجوری با مشتریای خارجی خودم وارد صحبت و مذاکره بشم. طبیعتاً باید افرادی داشته باشم که به اون زبونها مسلط باشن. ما الان تو تیم منتورهای صادراتی افرادی داریم که به بیش از 10 زبان دارن صحبت میکنن، نمونش زبان انگلیسی، عربی، فرانسوی، ترکی و زبانهای دیگه، که ما به راحتی با همه کشورها بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. این یه آپشن مهم. اما موضوع دیگه بحث دانش تجاریه، که من تو دانش تجاری باید یه فردی که آشنایی داره با قواعد تجارت بین الملل تو مذاکره همراه هم باشه تا بتونه من کمک بکنه که بهترین ارتباط رو بتونم برقرار بکنم. و موضوع بعدی دانش مذاکره است، که من باید توانمندی مذاکره خارجی داشته باشم. اینکه یه نفر بدون دقیقاً در لحظه مشتری یه سوالی میپرسه چه جوابی باید بهش بده، که تو این قسمت هم منتورهای صادراتی به واسطه تجربه‌ای که دارن خیلی راحت میتونن مذاکره رو جلو ببرن. و موضوع آخر که میتونه خیلی حائز اهمیت باشه، بحث فرهنگ اون کشور هاست، بحث تبادلات تجاری که تا به امروز داشتن، تو بحث واردات، صادرات، اطلاعات و دیتایی که نیاز دارم، همه اینها رو اون منتور وقتی کنارم باشه به راحتی بهترین رابطه رو میتونم با اون مشتریای خارجی خودم کسب بکنم. سلام، زهرا زاره هستم، مدیر بنگاه تجاری بردیا صنعت. 10 سال میشه که با آراد کار تجارت رو انجام میدم. امروز میخواستم در رابطه با بحث منتور صادراتی و اینکه چه نقشی یک منتور میتونه در پیشرفت صادرات و بحث تجارت ما داشته باشه صحبت کنم. ببینید، منتور صادراتی علاوه بر اینکه یک فرد زبان بلد هست، یک فردی هست که خب در ارتباط مستقیم با مدیر ارشد هست، تمامی مراحل صادراتی رو یاد گرفته، مذاکرات رو یاد گرفته، مذاکره با کشورهای مختلف. و خب به صرف اینکه ما فقط نگاه کنیم که این فرد یه فرد زبان بلد هست، خیلی شاید جذاب نباشه. ببین، من خودم ممکنه که انگلیسی بلدم، توی دفترم نیروی عرب زبان دارم، نیروی ترک زبان دارم، ولی اون کاری که منتور من واسم انجام میده خیلی فراتر از یک ترجمه، یک مترجم هست. چرا که منتور با من، مثلا میگم اگه منتور من عرب زبانه، با کشورهای عرب زبان خیلی کار کرده، خیلی از بحثای مالی اون کشورها رو خب قبلا صحبت کرده، طی کرده، خیلی از مسائل حمل و نقل رو ممکنه بدونه، قطعا میدونه. یه سری مسائلی که مربوط به تعرفه کالا، گمرکاتی که گمرک‌ها، بندرها، و توی همه این موارد ما رو راهنمایی میکنه منتور. در واقع منتور فقط یک بحث فرد زبان بلد نیست، یک فردیه که تسلط به مذاکره با مشتری‌های اون منطقه داره، تسلط به خود منطقه داره، نوع حمل و نقل‌ها رو میدونه. چون این منتورها علاوه بر اینکه منتور ما هستن، خودشون دارن روزانه با افراد زیادی صحبت میکنن و بحث صادرات رو دارن پیش میبرن، مذاکره رو دارن پیش میبرن، و این تسلط خیلی به من کمک میکنه. مثل اینکه من یک مسیری که ممکنه خودم بخوام 3-4 سال برم تا یاد بگیرم در کشورهای آفریقایی بحث تعرفه و گمرک و حمل و نقل و نقل و انتقالات مالی چه شکلیه، وقتی یه نفر کاربلد و کنارم دارم، شاید تو 1 ساعت تمام سوالات من جواب داده میشه. و هر جایی که مشتریم سوال از من بپرسه، کافیه یه تماس، یه پیام با منتورم بگیرم و اون سوالم جواب پیدا کنه، به جای اینکه بخوام خودم برم دنبالش بگردم و معلوم نباشه آخر به یک جواب درست برسم یا نه. علاوه بر این، یه عالمه وقت و هزینه از دست من میره. پس منتور صادراتی در واقع یک تسهیلگر یا یک کاتالیزور در امر تجارت و صادرات ما میتونه باشه و بسیار بسیار کارساز و مفید خواهد بود.